اما آقای طاهری عزیز، نکته اینه شما اشاره کردن این جمهوری ها رو استالین به وجود آورد با سیاستی که اشاره کردید. این بخش از خاک ایران و بخش های دیگه از ایران در یک زمانی به تصرف امپراتوری روسیه در اومد. خب لنین بعدها به خیلی از این قراردادها و توافقهایی که قبل از انقلاب اکتبر 1917 با ایران بود و اینها جنبه خوشایندی هم برای ایران نداشت، خب بر لغو کرد برخی از اونها. بس بر سر اینه مشروعیت اونچه که جمهوری آذربایجان خونده میشه یا جمهوری باکو یا هر اسمی بهش بدیم این هست. بعد از فروپاشی شوروی آیا میتونه یک کشور مستقل باشه؟ یعنی اگر ایران حساب و کتابی داشت، صاحبی داشت، منافع ملی مهم بود براش، میتونست ادعا بکنه که یه روسیه بود، یه زمانی ما شکست خوردیم، الان این کشور مستقلی نبود، به تصرفش در اومده بود، استالین اینو درست کرد. شدنیست یا خیر؟ چه هست از نظر شما میشه؟ نه ممکن بود و به نظر من دو تا فرصت تاریخی به وجود اومد که ما هر دو تا رو از دست دادیم. یکی بعد از جنگ جهانی اول بود با سقوط امپراتوری تزاری، ایران میدونید یک هیئتی رو فرستاد به ریاست مرحوم فروغی به کنفرانس ورسای و در کنفرانس ورسای ایرونیا سعی کردن که بگن خب اون دولتی که ترکمانچای رو امضا کرده بود با ما، گلستان رو امضا کرده بود با ما و این مناطق رو اشغال کرده بود دیگه وجود نداره، بنابراین این قراردادها کان لم یکن هستند، یعنی دیگه قابل تنفیذ نیستند و بایستی این مناطق برگردن به صاحب اصلیشون یعنی ایران. ولی متاسفانه اون موقع دولت قاجاریه ضعیف بود، حتی مثلا فروغی و هیئتش مجبور بودن از یه تاجر ایرانی در پاریس پول خرج کنن برای اینکه خرج هتل رو بدن و قدرت‌های استعماری هم یعنی بریتانیا و فرانسه هم علاقه نداشتن که این موضوع مطرح